Solo que esa fecha es el 6, que te habrá puesto en el cambio Halcoin y yo lo veré solo que pase 6. Sole a Banuman. خب سوال اول بچه میگه که چی حجم و سطح کل چطور زیرو پیدا و هم دیگه مقایسه کنیم. میگه مکعب از سمت چپ شروع میکنیم، میگه مکعب به ضلع آ، یه مکعب مربع یا مکعب به ضلع آ حجمش بچه چقدر میشد؟ حجمش یعنی در واقع فرمولش اگه بخوایم بنویسیم میشه آ به توان سه. مساحتش چی میشد؟ شد 6 آ به توان 2، 6 صدر آ به توان 2. بریم سراغ شکل بعدی، کره به شعاع آ. کره به شعاع آ میشه 4/3 پی آ شعاع دیگه به توان 3. مساحتش چی میشد؟ میشد 4 تا پی آ 2. در واقع سوال یادآوری کل فصل بچه‌ها، استوانه به ارتفاع و شعاع قاعده آ، یه هم ارتفاعش آ هم شعاع قاعدهش، بنابراین میشد مساحت قاعده یعنی پی آ به توان 2 ضرب در ارتفاع که در نهایت میشه پی آ به توان 3. مساحتش هم چی میشد بچه‌ها؟ مساحت جانبی، بله مساحت کلش، مساحت جانبیش مساحت قاعده رو بگیم، حتی از قاعده پی آ دو دیگه، پس میشه دو تا پی آ دو مساحت قاعده به علاوه محیط قاعده که مساحت جانبی شد محیط قاعده دو پی آ ضرب در ارتفاع. من اگه بخوام همین رو با هم دیگه بنویسم میشه 4 تا پی آ دو استوانه به ارتفاع و قطر قاعده آ. ارتفاع این دفعه آه، ولی قطرش این دفعه به جای شعاع شده آ، پس شعاعش رو بخوام دست بگیریم میشه آ دوم، پس میشه پی آ دوم به توان دو ضرب در آ که میشه چی؟ مساوی میشه با من بالاتر می‌نویسم میشه پی آ سه چهارم. مساحتش هم میشه چی؟ بچه مساحتش اگر هم بخوام بنویسم شبیه به این، حالا این دفعه باید دقت کنید که شعاعتون آ دومه میشه دو پی آ دوم به توان دو بعد دو تا پی آ دوم در آ که ارتفاعست، بنابراین اگر بخوام این رو با هم جمع کنیم برابر میشه با سه پی آ به توان دو سه پی آ به توان دو دوم. سه پی آ به توان دو دوم. خب ما اینجا پس الان حجم این چند شکل رو به دست آوردیم. حجم این چند شکل رو به دست آوردیم و ادامه مطالب رو میخوایم با هم دیگه پیش بریم. خب اینم سوال یک، شما تا یه دقیقه فرصت داریم بنویسیم تا من شروع کنم به
سوال بعدی رو حل کنیم. هر جور متوجه نشدیم بچه ها بپرسیم کدومش متوجه نشدیم تا من دیگه توضیح بدم، اگر نه که بریم سراغ سوال دو. نظر میرسه که سوالی نباشه. سوال دو داره به ما میگه که از یک مقوا به ضلع آ، پس کل این مقوا ضلعش آ. بچه پس کل این مقوا ضلعش برابر با آ. از دو طرف اومدیم یه مقدار x کم کردیم، برش داریم، داریم میگم تبدیلش میکنیم به یک کارتون، میخوایم به یک در واقع کارتون تبدیلش کنیم که سه بعدی بشه، توش حجم ایجاد کنیم که بتونیم حالا وسایلمون رو داخلش بریزیم. خب میگه پس بنابراین از یک مقوا به ضلع آ گوشه های نسبت به این سوال بچه‌ها بوده بود سوالی میگه در هر مورد نسبت حجم به سطح رو به دست بیارید، یعنی لیمیت رو به دست بیارید، در کدام شکل نسبت بزرگتره؟ خب من اگه بخوام پس بذارید یه سوالی که ادامه‌اش رو حل کنم. اگه بخوام تو مکعب این کار انجام بدم، برای مکعب V به اس مکعب، یعنی V به اس مکعب برابر میشه با A3 به روی 6 تا A2 که جوابش میشه شیشتا آدو که برابر میشه با اگر این رو با همگی ساده کنیم میشه آشیشون. اینجا بعد سوال بعد کره میشه چی؟ میشه چهار سوم پی آسه به روی چهار تا پی آدو میشه آسه نسبت حجم به مساحت میشه کره آسمون. استوانه ای که حالا استوانه بزرگتر هست، استوانه سوم میشه پی آ به توان 3 به روی 4 تا پی آ به توان 2 میشه چی؟ میشه پی آ 4. بعد میشه پی آ به توان 3 به روی 4 بود، مساحتش هم بود 3 پی آ 2 دوم، بنابراین نسبت حجم مساحتش میشه آ ششم. کدوم نسبت از همه بزرگتره؟ نسبت آ سوم از همه بزرگتره. اینجا باید شما بنابراین ادامه سوال که میگه در کدام شکل نسبت بزرگتر است؟ در کره نسبت بنویسید در کره این مقدار این نسبت بیشترین مقدار است. این
30 ثانیه یادداشت بکنید تا بریم سراغ ادامه مباحث. سوال دو. بچه لطفا مشارکتتون تو کلاس بالاتر ببرین که منم بدونم که شما دارین همراه کلاس میایین جلو و هیچ نکته و مشکلی به وجود نمیاد. زمانی که ازتون میخوام که کامنت بذارین، جواب سوالی رو بدین یا مشکلی دارین بپرسین، حتما این کارو انجام بدین که مشکلتون برطرف بشه اون لحظه، یا جواب رو بدین که من بدونم که دارین پیش میاد. بریم سراغ سوال دو. من یه دور دیگه یه دونه دیگه باز کنم سوال دو رو برای سوال. سوال دو داشتیم میخونیم. از یک مقوا به ضلع آ، پس گفتیم که این ضلعش آ باشه. گوشه هاشو برداشتیم، اندازه ایکس گوشه هاشو برداشتیم و با سطح باقی مانده یک جعبه مستطیل شکل درست کردیم. چه رابطه‌ای باید بین آ و ایکس باشد تا بتوان چهار کره را از راه دنبال این که ببینیم که چه رابطه‌ای باید بین ایکس باشه که بتونیم چهار تا کره به شعاع ایکس داخل این جعبه قرار بدیم. یعنی فاصله آ و ایکس چقدر با هم دیگه باشه، هر چقدر آ بزرگتر باشه این حجم جعبه بیشتره، هر چقدر که ایکس کوچیک‌تر باشه حجم جعبه بیشتره. بالاخره باید یک رابطه بین این دو تا برقرار کنیم که حداقل که بتونیم در واقع شعاع کره رو به شعاع ایکس داخل این جعبه جای بدیم، به طوری که هر کره به کره مجاورش و به دیوار جعبه مماس باشد. مماس که میگه اگر باشه میشه، یعنی دقیقاً در واقع باید این اتفاق بیفته، یعنی بزرگتر مساوی با یک مقداری رو به دست بیاریم. خب بریم سراغ این که فکر کنیم که ما الان راجع به کره میدونیم که این کره حجمش در واقع شعاعش ایکس دیگه، چون گفته شعاع کره همون ایکس باشه. پس بریم سراغ این شعاع کره رو به دست بیاریم. حجم کره ببخشید، حجم کره به شعاع ایکس. خب حجم کره به شعاع ایکس بچه‌ها چی میشد؟ حجم کره به شعاع ایکس میشه 4/3 پی ایکس به توان 3. این دیگه یه مجبوره رو همه شما به راحتی بلدی میتونی به دست بیارید، 4/3 پی آر 3 که آر اینجا برابر با ایکس. خب حالا حجم مرکب مستطیل ساخته شده، بچه ها مرکب مستطیلی که شما اینجا ساختین همه ابعادش برابر با چقدره؟ اینجا کلش آه، به طور ایکس رو برداشتیم، پس این بو اینجا چقدر میشه؟ میشه آ منهای دو ایکس دیگه، کلش آ بود دو تا ایکس برداشتیم میشه آی منهای دو ایکس. اینجا چقدره؟ آی منهای دو ایکس. اینجا چقدره؟ آی منهای دو ایکس. اینجا شده آی منهای دو ایکس برابر این در واقع یه مکعبه که یه مکعبی که شما یه مکعب مستقیم اینجا داریم که هر شما به دست بیاریم. اینجا هم که اندازه شو ایکسه، دقت کنید اینا هم ایکس ها. پس ارتفاع این مکعب مستطیل x و طول و عرضش آی منهای 2x، بنابراین حجم این مکعب مستطیل
اگه بخوام اینجا نشون بدم مکعب سفید در نهایت چه شکلی میشه؟ اینجا بچه ها اینجا مقدارش ایکسه، این بالا اینجا آی من های دو ایکسه، این بغل آی من های دو ایکسه، بنابراین مکعب مستطیل حجمش میشه آی من های دو ایکس در آی من های دو ایکس در ایکس. در واقع من بیدارم اینجوری هم بنویسم آی من های دو ایکس به توان دو در ایکس، این حجم مکعب مستطیله. خب من حجم کاره به شعای ایکس رو دارم، حجم مکعب مستطیل هم به شعای در واقع رابطش با ایکس و دو ایکس و ایکس و آر رو هم دارم. حالا گفته که آ باید این چهار باید چهار تا از کره تو این مکعب مستطیل جا بشه، بنابراین باید حجم این رو انگار باید حجم مکعب مستطیل که ساختیم از چهار برابر حجم کره چی باشه؟ بیشتر باشه. برای اینکه چهار تا کره توش جا بشه باید حجم این مکعب مستطیل چهار تا بتونه در کره خوش بده، این چهار برابر حجم کره ازش بیشتر هم باشه تازه. خب پس یعنی آمن های دو ایکس به توان دو در ایکس که حجم مکعب مستطیل اون باید بیشتر باشه از چهار برابر حجم کره که بود چهار سوم پی ایکس سه. خب الان دیگه فقط مرحله ساده سازی بچه مونده، یکی از این ایکس ها رو با این ایکس سه به طبعه سه بزنید میشه آی من های دو ایکس رو هم بعد بیاییم با این سادش رو کنید چه آی منهای دو ایکس بزرگتر از چهار تا به روی رادیکال سه رادیکال پی در ایکس. اینجا بچه ها من ایکس رو با این ایکس ساده کردم، یکی از ایکس ها رو با این ایکس توانش رو ساده کردم شد ایکس به توان دو، بعد اینو رو بردم زیر رادیکال شد چی؟ این قسمت اینجا رادیکال هم گرفتم شد این قسمت به توانش رادیکال ساده شد، این هم زیر رادیکال چهارش با یکی از این چهار ها از بین میره چون دو تا چهار داری یکی از چهار ها میمونه، سهش میشه رادیکال سه، پی دو میشه رادیکال پی، این هم که ایکس دو بود که میشه ایکس، بنابراین یه همچین چیزی میمونه و در نهایت میشه آ دو ایکس رو بیاریم این سمت آ بزرگتر از من سادش کردم اینجا در لابه رو در ایس. آه باید بزرگتر از چهار برابر رادیکال پی سومه در علاقه دو در ایس باشه. این پی نداره از سوال دو، اگر اشکالی هست بپرسین، اگر نیست که
بریم سراغ در واقع این یه دقیقه فرصت داشته باشیم بنویسیم، بعد بریم سراغ مبحث بعدی. فصل آخر کتاب تموم شد در واقع با این سوال، و ما تونستیم که مبحث دوم رو، یعنی فصل دومی که از انگلیسه بود رو به شما کامل بگیم. امیدوارم این فصل رو فهمیده باشین. سالهای آینده با این مبحث تو همین جا، یعنی در واقع کار میکنیم، فراتر از این نمیریم توی دور دوم، از این مبحث خیلی فراتر نمیرین. حالا ممکنه سوالای مقدار سخت‌تر بشه، اما حجمی که لازم دارین همین حجم هست: مخروط، استوانه، کره و هرم ها بیشتر، مکعب مستطیل هم خب به ترتیب هست، مکعب و مکعب مستطیل، و بیشتر توی کتاب دهم با در واقع نگاه هندسی و نگاه شهودی بیشتر این مباحث سبودی ها رو میخونی. و کارتون تو این بخش میخوام بگم که اگر همین رو خوب فهمیده باشین ساده است. تو چلیده بریم سراغ فصل سه کتاب. درس پنجم این فصل شکل‌های متشابه، صفحه 53 کتاب رو بیاریم بچه‌ها. درس پنجم شکل‌های متشابه، با شما باز می‌کنیم کتاب رو. خب میگه در تصویرهای زیر دو شکل شبیه به هم رو میبینید. آیا هر دو گل، دو گل شبیه به هم دیگر رو میبینید؟ آیا هر دو گل به طور کامل مثل همند؟ که به طور کامل مثل هم دیگه باشن بچه از لحاظ ریاضی، یعنی که هم نهشت میشن، یعنی کاملا روی هم دیگه رو میگیرن. جواب این سوال خیلی واضح و آشکار دیگه. جوابش خیلی بچه ها، دو تا گل شبیه هم که هستن اما کاملا یکسان نیستن، یعنی اینا رو هم قرار بذاریم کاملا رو هم قرار نمیگیرن. خب میگه در تصویرهای زیر دو عکسی از یک کودک میبینید. تفاوت این دو تصویر در چیست؟
تفاوت این دو تصویر بچه ها در چیه؟ خب بنویسیم. این دو عکس شبیه به هم هستند اما تفاوت آنها در ابعاد شان است. آقا این دو تصویر با هم دیگه از لحاظ شکل شمایل شما میتونه باید اینا اصلا یکی هست، فقط اینا اینا اومده یه کپی بوده که ازش گذاشته اینجا، بنابراین ابعاد این دوتا با هم دیگه متفاوتن. تصویرهای زیر، سوال بعدی، تصویرهای زیر عکسی از میدان آزادی تهران است، کدام یک به برج آزادی شبیه تر است؟ خب کدام یک برج آزادی شبیه تر است؟ معلوم نیست. تصویر سمت چپ، این تصویر سمت چپ به برج آزادی شبیه تره، این دیگه خیلی ساده است. خب بریم سراغ صفحه 54 کتاب. فعالیت صفحه 54 کتاب رو باز کنید. خب میگه مربع‌های صفحه شطرنجی زیر به ضلع 1 سانتی متر هست. هر کدوم از این مربع‌های صفحه شطرنجی به ضلع 1 سانتی متر. اندازه ضلع‌ها و زاویه‌های هر دو شکل رو بنویسید. خب اندازه ضلع‌ها رو اول بنویسم. این زلش برابر با چهار دوه. این زل برابر با دوه. این زل برابر با چهاره. این زل برابر با دوه. این زل برابر با دو رادیکال دوه. این زل برابر با دو رادیکال دوه. این زاویه 90 درجه است. 90 135 135 و 90. حالا بریم سوال شکل سمت راست. 1 2 1 رادیکال 2 رادیکال 2 90 90 90 135 135. میگه حالا اندازه ضلع و زاویه همین شکل بنویسید. چه رابطه‌ای بین ضلع‌های متناظر دو شکل وجود دارد؟ خب این ضلع متناظرن با این ضلع، این ضلع با این ضلع متناظرن رابطه داره. این ضلع با این ضلع پایین، ضلع پایین با این قسمت، این بالا با این و این هم با این. چه رابطه‌ای با هم دارن؟ خب معلومه که ضلع های دو شکل، جوابش اینه بچه ها، ضلع های دو شکل همگی به نسبت دو تغییر کردن. یعنی این ضلع یک سانتی متر بوده، دو برابر شده، شده دو سانتی متر. این زل پایین که دو سانتی متر بوده، دو برابر شده، شده چهار سانتی متر.
شکل با زل بالا که رادیکال دو بوده دو برابر شده شده دو رادیکال دو، بنابراین زل دو شکل همگی به نسبت دو به نسبت عدد دو تغییر کردن. یه چه رابطه بین زاویه های متناظر دو شکل وجود دارد؟ میتونیم بگیم زاویه های دو شکل با هم برابرند. زاویه هاشون هیچ تغییری نکرده بچه ها، زاویه ها متناظرن یکی بوده. اندازه زلال شکل یک چند برابر اندازه زلال شکل دو هم؟ خب دو برابر هم دیگه الان گفتیم. یه در صفحه شطرنجیه شکل مقابل در صفحه شطرنجی مقابل یک چندلی رسم کنید و چندلی دیگری مانده بکشید به طوری که اندازه زلالش دو برابر شکل اول باشد. شما یه چندلی هر چندلی که خواستید میتونید رسم کنید و یه چندلی دیگه مقایسه کنید. مثلا اینجا حالا یه شکل ساده بگیرم، شما میتونید شکلتون رو متفاوت کنید. این شکل مربع زلاش دوه، بعد من میام اینجا یه مربع دیگه میکشم به زل چهار. به شکل ساده کشیدم که زمان رو بیشتر بذاری برای مقایس. بریم سراغ سوال بعدی. بنویسید اینو به شما داریم نمیسی بچه ها مبحث اون شکل متشابه است. در واقع تمام تلاش ما این هست که مفهوم شکل متشابه رو بیاریم توی فضای هندسه و ریاضیات، بفهمیم که توی هندسه و ریاضیات ما چه زمانی موشه که بشه میگیم به شکل متشابه. همین فعالیتی که تا اینجا انجام دادیم باید به شما این رو نشون بده که ما به چه شکل‌هایی میگیم در واقع شکل متشابه توی هندسه توی ریاضیات. شکل‌ها رو بهشون میگیم شکل‌های متشابه که اگر من بخوام یه صفحه جدید باز کنم جزوه این قسمت رو براتون بگم در واقع شکل‌های متشابه. برای شکل‌های متشابه داریم که دو شکل هندسی را متشابه می‌گوییم هرگاه چی؟ از لاه متناظر به یک نسبت تغییر کرده باشند. یعنی از لاه اون شکل ما اندازه اون شکل ما دور تا دور اون شکل ما به یک نسبت با شکل دوم تغییر کرده باشه. اگر که اینجا میبینیم که این پنج زدی این قسمت شده چهار، این قسمت دوه، دو برابر شده، پس این زد سمت چپی که یکه باید باید زد سمت چپی این سمت دو برابر بشه وقتی متناظره. وقتی میخواییم این رو هم دیگه بذاریم دقیقا تمام ازلا دو برابر بشه. داریم زاویه ها چی میشه گفت؟ دو زاویه ها یه متناظر چی باشن بچه ها؟ یکسان باشن. حالا یکی از بچه ها ممکنه که زرنگی کنه و بگید خب این دایره که زر نداره این دایره هم زر نداره. بله بچه ها دقیقا هر دو تا دایره با هم دیگه متناسب هم متشابه هم. هر دو تا دایره که شما بکشید هر دو تا دایره که بکشید با هم دیگه متشابه هم جز
زل و زاویه نداریم شما. مثلا همین دایره با هم متشابه هم. این در شکل ما تغییر بدیم. بیزیه و این بیزیه چی؟ بیزی ها هم با هم دیگه متناسب هم. ولی الان اگه من میدونه نوروزی اینجا بکشم شکلی که اینجا داره میکشه و این نوروزی رو خودم دستساز درست کنم، که این نوروزی که من اینجا کشیدم این زیرش مثلا یک شد این دو تا اینجا زلاش دو برابر شدن قابل قبوله. این زاویه 60 مثلا، این زاویه هم مثلا 120 درجه است. خب این شده باشه 90 یا مثلا 80، این هم شده باشه 100. دیگه نمیتونیم بگیم این دو شد با هم دیگه متشابه هم. باید زاویه ها متناظر اکسان باشن و اینکه از لا متناظر به یک نسبت تغییر کرده باشن، به یک نسبت تغییر کرده باشن و زاویه اکسان باشن، میتونیم بگیم دو شد متشابه هم. برابری این قسمت از جزوه رو هم یادداشت کنید تا من ادامه مباحث رو با هم دیگه پیش ببریم. کلی هم که الان اینجا بنویسم بکنیم یاد داشت کنیم ادامه به یه جزوه. خب یک چی هر دو دایره مربع مثلث متساوی الاضلاع میخواهید رو پاک کنم که پاک نکنید، هر دو دایره با هم متشابه هم. دوباره مثال دو هر دو مربع، یعنی هر دو تو مربع که شما تو دوری در نظر بگیرید، هر دو مربعی که در نظر بگیرید با هم متشابه هم. سومیش که داشتم نوشتم هر دو مثلث متساوی الاضلاع با هم متشابه هم. چهار هر دو چند ضلعی منتظم، آقا پنج ضلعی منتظم اینا رو کنیم بچه ها دو تا مربعی داشتن دو تا چهار ضلعی منتظم بود، مثلث متساوی الاضلاع سه ضلعی منتظمه، هر دو چند ضلعی منتظم با هم متشابه هستن. شما هر دو چند ضلعی منتظم که در نظر پنج ضلعی منتظم با هم متشابه هستن، شش ضلعی منتظم با هم متشابه هستن. چرا آقا همه چهار ضلعی منتظم مثل مربع همشون زاویهشون 90 درجه است، پس زوایاشون همشون با هم دیگه برابره، ضلع هم که دیگه تغییر نمی‌کنه. ضلع اگه مثلا یکی از اضلاع مربع 3 باشه همه اضلاعش 3، اون یکی همه اضلاعش 2 باشه، یه ضلعش 2 باشه همه اضلاعش 2ه. آره این نسبت و اینا با هم دیگه نسبت‌هاشون با هم دیگه یکیه. بدو 5 ضلع رو در نظر بگیریم، بدو 5 ضلع تمام اضلاعش مثلا 3، زوایاشون که نشد دو چند ضلع منتظم با هم دیگه برابره، دو پنج ضلع منتظم زاویاشون که همشون با هم دیگه برابره. ضلعشون چی؟ یکی از پنج ضلع منتظم رو می‌گیرین ضلعش میشه 3، اون یکی تمام ضلعش میشه 4،
خب نسبتشون میشه چهار سوم یا سه چهار روم، برای نسبتاش تغییر نمیکنه. تو چند ضلع منتظم چون همه اضلاع چند ضلع با هم برابرن تو هر دو شکل، برای نسبتاشون هم یکسان میشه. پس اینها رو داریم، یعنی برای در واقع من دارم الان برای همه چند ضلع منتظم اینو میگم. و شما توی سال بعد، سال دهم، با سزلی های با سزلی های در واقع متشابه و مثلث های متشابه خیلی کار میکنین. توی فصل دوم هندسه دهم شما با سزلی ها یعنی با مثلث های متشابه بسیار کار میکنین. بس همین الان خوب یاد بگیریم که شکل های متشابه چه شکل هایی هست. گفتیم شکل هایی که زل هاشون به یک نسبت تعیین میکنه، زاویه‌هاشون هم با برابر باشه با هم دیگه. آقا میتونید حالا که دارید شما اینو میگی، میتونید برای ما برای مثلث‌ها حداقل تشابهشون رو به صورت ریاضی نشون بدی برای ما؟ این سوال خیلی خوبیه. من سعی می‌کنم که توی صفحه بعدی مثلا بیام برای مثلث‌ها رو به صورت خیلی خوب برای شما باز کنم. در واقع اینو الان می‌خوام بگم، دو مثلث متشابه، دو مثلث متشابه چه مثلث هایی هست؟ دو مثلث A, B, C و D, E, F را متشابه بوییم هر با پس من الان باید دو مثلث بکشم اینجا. مثلث اولم A, B, C، مثلث دومم این تو هندسه و ریاضیات بچه ها اینکه حالا رنگ بندی و اینا خودش خیلی جذاب تر میکنه چون شکل خودش جذاب تو هندسه دارم. خب میگه من توی مثلث اومدم فهمیدم که آ با د برابره. این دو مثلث زمانی متشابه هم که زاویه آ با زاویه د مثلا برابر باشه، زاویه ب با زاویه ای برابر باشه و زاویه س با زاویه اف، زاویه سی با زاویه اف اگر این سه برابر باشن. پس الان نشون دادم که زاویه ها با هم برابرن. هر زاویه از مثلث اول با زاویه متناظرش از مثلث دوم برابره. زاویه آ مثلا متناظر شده با زاویه دی، زاویه دی متناظر با زاویه ای، و زاویه سی متناظر با زاویه اف. این دو زاویه با هم برابر. و حالا ضلع های متناظر، ضلعی که بین این دو زاویه متناظر هست با ضلع بین این دو زاویه متناظر از شکل دوم با هم دیگه برابر میشن. یعنی این ضلع با این ضلع متناظره، این ضلع با این ضلع متناظره، این زل هم با این زل متناظره. حالا زلهای متناظر هم باید نسبت مثلا AB به DE برابر باشه با، گفتیم این مثال هاشون باید با همه برابر باشه. اون نسبت ها نسبت های زلهای متناظر زل با نسبت AC به DF برابر باشه با نسبت BC ب ای اف. نسبت زل ها هم اگر با هم دیگه نسبتشون بچه این یه مفهوم، این مفهوم نسبت، نسبت زل های متناظر با هم دیگه برابر باشه با نسبت زل متناظر، زل متناظر دیگه و همین دو می سوم، اون وقت میتونیم بگیم که این دو مثلث متشابه هم و علامت تشابه. پس در نتیجه چه نتیجه گرفت؟ در نتیجه
مثلث آب سه متشابه مثلث دی ای اف. میشه این نتیجه رو ازش گرفت. پس الان مفهوم مثلث متشابه برای شما کاملا الان دیگه باید جا افتاده باشه و کامل اینو درک کرده باشید. توش بقیه شکل هم همینه بچه ها. باید بفهمیم که زوایایی که متناظرن باید با هم دیگه برابر باشن، ضلع‌های متناظر هم باید یه نسبتشون با نسبت دیگه برابر. آقا یعنی این که اگر که مثلا سوال گفته بود این ضلع 3 این ضلع 1 این ضلع 6 این ضلع چند میشد باشه دیگه چند میشد؟ خب بذار دیگه آب مثلا 3 دی ای 1 نسبتشون پس چقدر 3 1 آسه گفته 6 پس دی اف چند میشه بچه ها؟ دی اف رو شما میتونید نشه بگیرید که میشه؟ کسی هست که میتونه بگه دی اف چند میشه؟ خب دی اف رو کسی هست بهش هم میشه؟ کسی نیست بهش هم میشه؟ میشه دو دیگه. بریم سراغ سوال دو از صفحه 54. میگه در تصویر زیر نقشه قسمتی از شهر تهران رو میبینید. مقیاس نقشه 1:100,000 است. یعنی هر 1 سانتی متر روی نقشه با 100,000 سانتی متر مقدار واقعی برابر است. یعنی اگر شما یک خطکش بذارید روی این نقشه، مثلا ببینی از میدان انقلاب تا میدان آزادی روی این نقشه شده 10 سانتی متر، باید این 10 رو ضرب در 100 بکنی میشه میزان واقعی میدان آزادی تا میدان انقلاب. حالا مثلا من یه عدد کم گفتم. خب میگه که در واقع یعنی هر 1 سانتی متر روی نقشه برابر با 100,000 سانتی متر مقدار واقعی هست. فاصله دو میدان انقلاب و آزادی رو پیدا کنید. خب شما قبلا این کار رو انجام بدم، شما الان این کار رو انجام بدین، تقریبا بگیم که چند سانتیمتر توی نقشه فاصله میدان انقلاب تا میدان آزادی. میدون آزادی که اینجا باشه تقریبا، بله یک دونه فرق دارم درست میگم، 7 سانتی متر بچه ها. خب فاصله این نقشه شده 7 سانتی متر. حالا باید ببینیم که فاصله دو میدون آزادی انقلاب در کلی چقدره. خب گفته که نقشه تو واقعیت اگر که شما 1 سانتی متر حرکت بکنید نقشه انگار 100,000 سانتی متر توی واقعیت حرکت کردیم. خب اگر 7 سانتی متر حرکت کنم توی نقشه چند سانتی متر تو واقعیت حرکت کردم؟ خب این تناسب ساده است، x میشه 700,000 سانتی متر، یا اگه بخوایم به متر تبدیلش کنیم میشه 7,000 متر یا 7 کیلومتر. پس
از میدون آزادی تا میدون انقلاب با توجه به نقشه‌ای که ما داریم و مقیاسی که به ما داده 7 کیلومتر تقریبا مسافته. سوال 3 رو بچه‌ها بریم بخونیم. خب سوال 3 میگه شکل زیر را با دستگاه کپی کوچک کرده ایم. میگه شکل زیر را با دستگاه کپی کوچک کرده ایم. عدد روی دستگاه 50% را نشان میدهد. میداد. تصویر خروجی را شما رسم کنید. منظورش اینه بچه ها 50% رو کوچیکش کن. اینه دارید اندازه زنش رو اندازه میگید مثلا 2 سانتی متر باشه مربع دیگه یه 2 سانتی متری داریم. اینجا 50% کوچیک میشه یعنی اندازه زن نصف میشود. یعنی با این دستگاه اندازه ها نصف می شود. زاویه واقعی ناول اندازه زل هم نصف می شود و می شود این مربع به زل 1 سانتی متر. خب این مطلب باید شاد جمله آخر رو کاملا یاد بگیرید توی اون مربع زرد رنگه که باشون امروز برای آخرین جمله ما و من کارهای کلاس رو برای جلسه بعد از شما اول تمرین میخوام که هرگاه در دو چند زلی همه اضلاع همه زل ها پس دقت کنید در دو چند زلی همه زل ها همه زل ها به یک نسبت تغییر کرده باشن، حالا کوچک یا بزرگ شده باشن یا بدون تغییر باشن، به شکلی که بدون تغییر باشن یعنی هم نهش باشن هم دو تا شکل متشابه هست، اما دو تا شکل متشابه لزوما همینش نیستن و اندازه زاویه ها تغییر نکرده باشد آن دو شمزدگی را با هم متشابه بودیم. پس هرگاه در دو شمزدگی همه زل ها ممکنه توی حالا امتحان نهاییتون رو اینها به عنوان جا خالی بیاد، هرگاه در دو شمزدگی همه زل ها به یک نسبت تغییر کرده باشن، حالا کوچک شده باشن یا بزرگ شده باشن یا حتی بدون تغییر باشن یعنی دوست یک همنهش باشن ولی اندازه زاویه ها تغییر نکرده باشد، پس زلا به یک نسبت تغییر کرده باشد، زاویه ها تغییر نداشته باشد، آن دو چند زلی با هم متشابه هن. کار در کلاس پایین صفحه 55 و ابتدای صفحه 56 رو حل بکنید. کار در کلاس پایین صفحه 55 و ابتدای صفحه 56 رو حل بکنید. انشاءالله برای جلسه بعد میریم کار در کلاس فعالیت و کار در کلاس بعدی رو حل میکنیم که فقط تمرین برای شما میمونه. کار در کلاس پایین صفحه 55 و بالای صفحه 56 رو حل بکنید. الان من اینجا یادداشت میکنم که شما هم برای جلسه بعد و تکلیف برای جلسه بعد کلاس پایین صفحه 55 و بالای صفحه 56 رو حل بکنید که انشاءالله با هم جلسه بعد کار کنیم روش. حتما موارد رو به خوبی بخونید و بحث تشابه ها رو هم
تقریبا ما مطلب کلیش رو گفتیم دیگه، بقیه مباحثش بسیار ساده است، با هم دیگه پیش میبریم. انشالله که هفته آینده تموم کنیم مباحث رو و بریم سراغ، از هفته آیندهش بریم سراغ رفع اشکال و کار روی حالا حل تمرین و اینها. براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که خوبی نتیجه بگیرید.